سلام به تمام دوستای عزیز و ارجمند. خب کارش شرکاری هم تمام شد. کشور فرانسه دوستای عزیز یک گزینه را باز کرده که شما میتونین به خاطر سفر به فرانسه اپلای کنین و بگذارین که این خبر را براتان مکمل بخونم. خب فرانسه به افغانای ساکن خود افغانستان امکانات داده که توسط خانواده هایشان که در فرانسه زندگی میکنن از افغانستان بیرون شوند. این امکانات برشان داده. کسایی که در فرانسه از این خانواده دارن برای شما امکانات داده. علی احمدی دروغ است؟ خب برو گوش نکو دیگه. وقتی تمام زحمات یک انسان نادیده میگیرن با دست آدم خراب میشه. خب و چی کسانی میتونه دوستای عزیز؟ خب از طریق مرکز بحرانه که در فرانسه است ایجاد شده و میتونه افغانایی که در فرانسه زندگی میکنن میتونن اعضای خانوادهشان، خواهر، برادر، پدر، مادر، خواهران، برادران، احتمالا سایر اعضای نزدیکانتان، شاید دختر خاله، بچه خاله، بچه ماما، بچه کوکو، اگر اینا را دارین برشان اپلای کنین. خب دوستای عزیز چگونگی اپلای کردنش؟ سایت براتون گذاشتیم در امی ویدیو، لینکش گذاشته مرکز که تواناییش داره روی لینک کلیک کنه بره اپلای کنه. و حتی کسایی که در داخل افغانستان میتونن یک کیس خوب بتین حتما اپلای کنه. یعنی کسی در فرانسه هم ندارین میتونن یک کیس خوب بتین و شما هم فرم را پر کنین و به دست میارین، اجازه سفر کردن به فرانسه را به دست میارین و برای شما ایمیل میه و میتونین با ایمیل وارد میدان هوایی شوین و سفر شما فرانسه صورت میگیره بخیر، اگر بتونین واقعا اونا را قانع بسازین. کسایی که در فرانسه ندارین از خانواده، اگر کسایی که در فرانسه از خانواده دارین توسط از اونا میتونین که شما به گونه اسپانسر، اونا شما را اسپانسر میکنه، بسیار عاجل شما را فرانسه منتقل بسازن. خب کسایی که در فرانسه زندگی میکنین، خب باید شرایطش چی است؟ شما باید شهروند فرانسه باشین یا پناهنده شده باشین. تعداد زیاد از دوستان در فرانسه افغانای ما زندگی میکنن و اونا هر کدومشان میتونن چندین نفر انتقال بدن به فرانسه. یک گپ بسیار خوب است. دیگه این که اگر محافظت جانبی همچنان در فرانسه داشته باشین، درخواست پناهندگی دادین نیز میتونین اقدام کنین. حتی کسایی که در فرانسه تا قبولی هم نگرفتین، یعنی درخواست دادین در اداره مهاجرت فرانسه، شما این توانایی را دارین که این فرم را بر اعضای خانواده و اقاربتان پر کنین. طریقش براتون حتما بعدا ویدیو میسازم، یعنی زیاد تال نمیتونم که بسیار مهم است. یعنی شاید تلاش کنم که پیش از SIV براتون بسازم، چون پروسه SIV دیگر رو به ختم است. بله بازم یه خبر دیگه میخوام براتون بگم دوستای شما که اسناد و مدارک دارین با آمریکایی‌ها کار کردین، پروسه سایوی دیگه رو به ختم است. کسی دیگه که واجد شرایط باشه و اپلای نکرده باشه شاید هیچ باقی نمونده باشه. پس شما با تمام اسناد مدارک که در دست دارین با امریکا یا کار کردین حتما برای سایوی هم اپلای کنین. تعداد زیاد دوستا هستن که با اسناد کم هم نتیجه گرفتن. خب کسایی که در فرانسه زندگی میکنین، برای اعضای خانواده تان به فرانسه گفته هیچ گونه تضمین هم وجود نداره که دولت فرانسه با شما را کمک کنه. از کشورهای هند و ایران شما می توانید بر اعضای خانواده تان از طریق سفارت فرانسه در ایران و هند نیز اقدام کنید. یعنی شما در فرانسه زندگی می کنید، از طریق سفارت فرانسه در ایران و هند در تماس شوین و این فرم را برشان پر کنید. نام از یم است Emergency X MISC ویزه نامش است و لینک را ما داریم، لینک براتون گذاشتیم و شما میتونید وارد لینک شوین و ایمیل به دست بیارید. خب این ویزه دوستای عزیز ویزه ایمرجنسی است. روی درخواست اپلای آف ویزه کلیک کنید. وقتی وارد سایت میشین دوستای عزیز، روی درخواست اپلای آف ای ویزه، اپلای آف ای فاصله ویزه کلیک کنید و بعد از میتونید دوستا که شما فرم را پر کنین. برای درخواست در ایران همچنان ما لینک جداگانه داریم. کسایی که از خانوادهش تا اوجا خود رساندین
لینک جداگانه داریم، پس این تمام لینک ها را چگونه برتان نمیدانم پست بگذارم. هر بخش لینک هاش جدا جدا برتان می نویسم می گذارم تا که خودتان واجد شرایط هر کدام از این ویزه ها بودن کلیک کنین ریش تا که بتانین به خیر سفرتان به فرانسه تنظیم شود. یک لحظه مرا فرصت بدین. امیدوار هستم این لایف بیشتر دیده شود، به خاطر که فرانسه کشور بسیار زیاد پناهنده پذیر است، یعنی حتی شما با ایمیتری که دیگر کشورهای اروپایی هم باشین در فرانسه میتونین برین درخواست پناهندگی بدین. از لحاظ پناهنده پذیریش فرانسه یکی از بهترین کشورهاست در اروپا. خب دوستای عزیز، لینک های جداگانه داره بر کسایی که خانوادهایشان در ایران و هندوستان رسیده، بر هر کدامتان لینک جداگانه است که بعدا ادیت میکنم لینک ها را برتان میگذارم دیگه. و یک ایمیل همچنان ما دارم که شما اگر در فرانسه اعضای نزدیک خانوادهتان هم نیست، به او ایمیل کستان ارسال کنین، انشالله که مورد پذیرش قرار خواهد گرفت در صورت که اینا ببینن. تصمیم به دست مسئولین فرانسوی است البته. خب وقتی که شما ثبت نام میکنین باز چی اتفاقات میافته؟ وقتی که شما ثبت نام میکنین دفتر بحران وزارت خارجه فرانسه از ثبت درخواست پرونده تان همین ثبت درخواست پرونده شما را بررسی میکنن، اما در شرایط بحرانی کنونی برای آمدن اعضای خانواده تان به فرانسه هیچ گونه تضمینی وجود نداره. تضمین یعنی اینکه وعده نکردن که ما 100% اعضای خانواده تان منتقل میکنیم و یا بعد از انتقال تمام شرایط زندگی رو برشون مساعد میسازیم. باش از این موبایل بکنم بهتر است. سوال های دیگه دوستا داشته باشین میتونن همین لحظه بپرسین تا که برای اپلای کردن فرانسه باز ویدیو بسازم چگونه اپلای کنیم. چی کسا میتونن به مرکز باران درخواست پناهندگی بکنن؟ خب کسایی که اعضای خانوادهشان است، همسرش است، مثلا در افغانستان مانده، کودکایش مانده، والدینش مانده، برادرانش مانده، خواهران و حتی احتمالا سایر اعضای نزدیک خانوادهشان مثل کاکا و ماما و عمه و خاله این گونه و فرزندای از اونا. و همچنان افغان هایی که با مؤسسات فرانسوی در افغانستان کار کردند و گفته که حتمی نیست افراد درخواست کننده خود را ثبت نام کنند، زیرا انجمن ها و سازمان های خیریه می توانند در این زمینه کمکتان کنند. شما وقتی وارد لینک میشین مشخصاتون ارسال میکنین، اونا خودشون بررسی میکنن که استانو شماره تماس هم همچنان گذاشته، میتونن با شماره تماس کسایی در فرانسه زندگی میکنن حتی رایگان به تماس شوین و ایمیل آدرس هم همچنان وجود داره که از ایمیل آدرس میتونن جزئیات کامل به دست بیارین. من حتما ایمیل آدرس و شماره تماس ها را در خدمتتان قرار میدم. خبرنگاران و همچنان روزنامه نگاران، فعالین جامعه مدنی، اینها می توانند که این فرم را برش اپلای کنند. شاید که از خود فرانسه امی بنیادها هستند، سازمان های خیریه هستند، سازمان های حقوق بشر هستند، اینا می توانند به عنوان مثل که اگر شما خانواده نداشته باشین اینا کمکتان میکنه و در پر کردن فرم یا ارسال فرم یا اپلای کردن فرم کمکتان میکنن و دولت فرانسه او زمان باز کار شما را زودتر پیش میبرن. یعنی دوستای عزیز از هر طریق ممکن اگر حتی اگر شما اعضای خانواده تان نیست امی فرما را پر کنین. کسایی که در خطر واقعی قرار دارین، کسایی واقعا فکر میکنین که در افغانستان جانتان در خطر است و بعد از یک نیروهای خارجی افغانستان ترک میکنه، سرنوشتتان نامشخص است و معلوم نیست که چی روز به سرتان میآید. حتی دوستای عزیز شماهایی که یعنی هیچ فرد در فرانسه ندارید باید شما هم اپلای کنید تا این کشورها از حال روزتون متوجه شوند که استانه که نشته میکنید اینا میخوانن و نمی خاطر است که روز به روز گزینه های بیشتر براتون باز شده میره و شرایط سهلتر شده میره. پس شما باید اپلای کنید، حقیقت زندگیتون به نمی ایمیل آدرس های کشورها که براتون میتن یا سایت هایی که در اختیارتون قرار میتن باید بگوین، باید ارسال کنین، نامه هایتان ارسال کنین، کیس هایتان که در موردتان تصمیمات جدیتر بگیرن و با این 20,000 ویزه و 30,000 ویزه 20 میلیون نفوس هیچ چیزی نمیشه.
یا مثلا امارات 5000 نفر، چی از 5000 نفر یا قطر؟ حداقل ما افراد آسیب پذیر، آسیب پذیر حدودا در مجموع 1 میلیون نفر آسیب پذیر داریم. این 1 میلیون نفر کسایی بودند که در دولت دموکراسی که داشتیم، نامش دموکراسی بود، ولی خب دیگه به نام دموکراسیات میشد فعالیت کرده بودیم، کار کرده بودیم، با نیروهای خارجی و بین المللی کار کرده بودیم، در بخش نظام فعالیت داشتیم. اینا تمامشان کسایی هستند که آسیب پذیر هستند و احتمالا مورد حمله قرار می گیرند. حداقل 1 میلیون است، و هر کشورهای بزرگ هر کدامش اگر 100 هزار 50 هزار بر عهده بگیرند، مطمئنن که یک تعداد زیاد از ما و شما نجات پیدا میکنیم. یک دوست ما گفته که دروغ میگی. خب وقتی که دروغ میگم، پس نه لایف را ببین، نه اپلای کو، بگذار که دیگران استفاده. وارد سایت میشم، به گونه جعلی روش کار میکنم تا امو طریقه اپلای کردنش خدمتتان یک ویدیو بسازم پخش کنم تا شما میاد بگیرین. خدا نگهدارتان. کسایی که شک دارین هیچ کار نکنین، کسایی که شک ندارین روی لینک کلیک کنین، لینک مربوط به خود دولت فرانسه میشه، اپلای کنین. اگر تونستین خوب، نتونستین منتظر ویدیو باشین. خدا نگهدارتان. امیدوار هستیم که این ویدیو، این بسته معلوماتی از دوست ما بر شما کارآمد بوده باشه و با معلوماتتان افزوده باشه. برای تازه ترین آگاهی ها در مورد خود برنامه های P1P2P3 و KCSIV، چینل ما رو سابسکرایب کنین و به دوستایتان یادتان نرسته که شیر کنین. میشه که اونا هم نیاز داشته باشن بخاطر این ویدیو ها که معلوماتشان زیاد شوه و بتانن برشان کمک شوه بخاطر کیس شان. تا ویدیو یا اپلود بعدی، خدا نگهدار.